از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، به وجود نازنین حضرت بقیت الله و یکایک شما بینندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر کجا هستین در پناه حضرت حق باشین و خدا رو شاکرین بابت این نعمتی که به ما دادن در این شهر ضیافت الله، در این ماه مهمانی خدا می توانیم از بهره‌های معنوی که برای بندگان خوبش قرار داده به ما هم برس. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام می فرماین همانا بیناترین دیده ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ها آن است که پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد. سالمترین دل ها آن است که از شبهه ها پاک باشد. ان شاء الله محقق بشه پس از این سه شب لیالی خاص، لیالی قدر برای ما بهترین ها رقم خورده. وجود نازنین حضرت حجت به عنوان امام حی و زنده ما برامون تثبیت کردند و امضا فرمودند تا ان شاء الله در این یک سال که در فراروی ما هست ان شاء الله بهترین ها هم برای خودمون هم برای جامعهمون و هم ان شاء الله اسباب ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا باشه ان شاء الله. خدا رو هم بابت این لطف مجددا سپاسگزار هستیم. به محضر جناب آقای رفعتی هم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. قبول باشه زنده باشید. از شما هم قبول باشه. سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه اعمالتون، طاعاتتون، عباداتتون. امیدوار هستیم همونطور که آقای موسوی فرمودن تقدیرات همه شما عزیزان اون مقدراتی باشه که مرضی خاطر ولی از امام زمان ارواحنا فدا بوده. انشالله سالی پر خیر، برکت، عافیت داشته باشه. انشالله سال فرج امام زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب به مرحله قراءت در ارکان نماز رسیدیم و ان شاء الله ما بقیه ارکان رو صحبت می‌کنیم، البته پس از مقدمه که سلام ان شاء الله. بله بحث در واجبات نماز بود، ارکان رو تقریبا اشاره کردیم، بقیه‌اش ان شاء الله لابلای بحث میاد. یکی از واجبات نماز قرائته. قرائت رکن نیست. فرق رکن و غیر رکن چی شد؟ اینه که رکن رو اگر انسان فراموش هم بکنه ولو عمدی نیست نمازش باطل میشه، اگر نمیدونسته نمازش باطل میشه. اما اگر غیر رکن بوده باشه از بقیه واجبات نه. الان مثلا کسی فراموش کرد حمد سوره رو بخونه، تکبیرت الاحرام گفت رکعت اول، مثلا تسبیحات خونی یا هیچی حواسش نبود، یه دفعه رفت رکوع، تو رکوع یادش اومد که بابا من ایستاده بودم نماز فرادا میخوندم، نماز جماعت که نبود، چرا حمد سوره نخوندم؟ اشکال نداره بره نقی نمازش ادامه بده. احتیاط استحبابی سعاده کنه، واجب نیست. در قرائت جای مسامحه بله، یعنی اگر نسیان شد، یعنی اگر فراموش شد عمدن که خب بله عمدن نه.
عمدن اگر یک سوره قبل از سوره حمد بخونه نمازش باطله، اول باید سوره حمد باشه. عمدن اگر به جای جهر و اخفات اون دیگری رو انجام بده نمازش باطله. بله، بحث در جایی است که فراموش بشه. بله، جهر و اخفات هم یکی دیگه از شرایط قرائته. قرائت خودش جزء نمازه، مثل قیام. عرض کردم قیامی شرایطی داره، استقرار، انتصاب، استقبال قبله. نسبت به قرائت هم یک سری شرایط هست. مثلا از جمله شرایط قرائت این هست که نماز صبح، مغرب، عشا مرد باید با جهر بخونه، باید با صدای بلند. اصلا کل قرائت باید جوری خونده بشه که خود آدم حس بکنه، یعنی دهان بسته به دلش مرور کنه، اسمش قرائت نیست. باید تکلم بکنه به اندازه‌ای که اگر سکوت محض باشه صدای خودش رو میشنوه. حالا اگر مرد هست نماز صبح رو به صداش جوهره بده، یعنی نه فقط اینکه خودش میشنوه کافیه، باید صدا جوهره داشته باشه. من اینطور عرض بکنم برای اینکه انشالله کاملا روشن بشه. یه وقتی میگم شما صدای منو شنیدید، اما این صدا فقط هوا بود، جوهره نداشت. اما وقتی میگم ولو آهسته الحمد، این صدا جوهره داره، یعنی هست، یعنی پره، یعنی خالی نیست، فقط هوا نیست. یک نفر دو نفر دور شما، نه این ملاک نیست. ببینید گاهی اوقات همون هوا رو انسان بلند میگه الحمد، اینم باز اخفات جهر نیست. جهر یعنی صدا جوهره داشته باشه. بنابراین نماز اخفاتی یعنی نماز ظهر عصر یا همه نمازها برای خانم ها که با اخفات خونده میشه، اگه یه کسی کنارش ایستاده بشنوه باطله؟ نه باطل نیست، اشکالی نداره. اونی که باطلش میکنه عمدی اینه که صدا جوهره داشته باشه. نماز صبح را همینطور، مغرب و عشا هم همینطور. بله، نسبت به خانم ها که باید با جهر با اخفات بخونن همه نمازهاشون رو، فرمودن اگر نامحرمی صداش رو نمیشنوه، خودش تنهاست تو خونه، نامحرمی صداش رو نمیشنوه، در این صورت اشکالی نداره که با جهر بخونه. بله، اشکالی نداره، نه اینکه واجبه. بنابراین خانم ها همه نمازهاشون رو با اخفات بخونن. حالا یه وقتی دوست داره که بالاخره خضوعش بیشتره، حس میکنه وقتی بلندتر میخونه خشوع بیشتری داره، هیچ کس هم در خونه نیست یا همه محارم هستن، بیشتر جمع میشه. آها، اصلا زیاد میشن که آقا من اگر آروم بخونم حواسم پرت میشه، اشتباه میکنم. جایی که نامحرمی نیست صداشو بشنوه، یا کسی خونه نیست یا همه محارمش هستن، اشکالی نداره اگر حمد و سوره رو البته در نماز صبح، مغرب و عشا بلند بخونه، ظهر و عصر رو اخفات، هم برای آقایون هم برای خانم ها اخفات. این که میگه اخفات غیر از بسم الله شه، بسم الله رو مستحبه در نماز ظهر و عصر، با جهر باشه، واجب نیست، مستحبه. حالا اگر کسی در نماز صبح و مغرب عشا که شرطش اینه که قرائت حمد و سوره با جهر بوده باشه، یه حرفشو یواش میخونه الحمدلله رب العالمین، نونشو فقط یواش میگه، میگه ها ولی با جهر نمیگه، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انتهای هر آیه رو میخوره خودش. گاهی اوقات دو حرف سه حرفشو بلند نمیگه. اگر عمدی بوده باشه باز هم نماز باطله. بنابراین خصوصا نماز صبح عزیزانی که مقدار خستن دقت بکنن که حتما باید تمام حروف حتی حرف آخر کاملا با جهر بوده باشه، اخفات نباشه. بله، اگر نمیدونسته تا حالا که باید با جهر بخونه، از این به بعد با جهر بخونه، نماز قبلش اشکالی نداره. بعد اگر غفلتن یا همون فراموش کرد، نسیان کرد، اشکالی نداره. از هر جایی که متوجه شد از همونجا بلند بخونه، لازم نیست برگرده از اول. سوره حمد رو تمام کرد، میخواد سوره رو بخونه، یادش اومد نماز مغربه، از اینجا به بعد بلند بخونه. نسبت به نماز صبح میشنویم که مثلا شما به عنوان میزبان لزومی نداره، یا حالا به تعبیر دیگری شاید حق نداری مهمانت رو اگر نخواسته از شما بیدار کنی، بعد با این ترفند بلند خوندن مثلا کمک بکنی به بیداری میهمان، این چون هدف چیز دیگری میشه غیر خداوند، اینجا دارای اشکال میشه؟ نه، اینو قبلا گفتیم، این اسمش ریا نیست. نه ریا، بله، با قصد اینکه اون رو بیدار بکنه بعد صدا رو خیلی ببره بالا. یعنی اصلا قصد نماز نداره؟ چرا؟ پس اگه قصدش نماز هست، نمازی که اما یکی از آثار بس همون نماز جماعت است، نماز جماعت میره که دیگران هم تشویق بشن. بله، ریای خاص نیست. یعنی میاد نماز جماعت 100% هم که بگیم همش برای خدا نه، اما اون غیر خداش هم داخل در خداست، تشویق دیگران به نماز جماعت هم کاره معنوی. لذا یکی از جوابهایی که از همون اشکال دادن خاتم
در رکوع نسبت به امیرالمومنین چند تا جواب هست. یکی از جواباش اینه که امیرالمومنین علیه السلام در حالت نماز از غیر خدا غافلن و اعتنا نمی کنن. صدقه دادن یک کار خداییه، منافاتی نداره که انسان در حال نماز. و البته جوابای دیگه هم هست که امیرالمومنین میتونن در حالت نماز جهات مختلف رو هم داشته باشن، مثل ما نیست که وقتی حواسش به نمازه دیگه نمیتونه به جای دیگه، اگه حواسش رفت تو جای دیگه دیگه اصلا تو نماز نیست. میشه 100% حواس به نماز باشه، تمام حواس هم به جای دیگه هم باشه. حالا این مقدار برای من و امثال من قابل جمع نیست. البته یه مقدارش رو بعضی از اولیا، بعضی از اونایی که تلاش کردن داشتن، یعنی در آن واحد هم داره کتاب میخونه و کاملا متوجه میشه و هم داره سوال اون شخصی که سوال میپرسه گوش میده و کاملا متوجه میشه. نمیتونه اون بگه آقا حواست به من باشه، کتاب نخون. میگه من فهمیدم، میخوای تمام جملاتت رو تکرار کنم؟ بله. نسبت به جهر معلوم شد و اخفات، هر جایی که انسان متوجه شد داره اشتباه میکنه از همونجا اصلاح کنه. مسئله‌ای که زیاد پیش میاد اینه که گاهی اوقات یه مقداری از جهر رو عمدن نمیگیم، یه مقدار از اخفات رو عمدن رعایت نمیکنیم. مثلا نماز ظهر و عصره برای اینکه بچه‌شو صدا کنه یه دفعه میگه اهدنا الصراط المستقیم، نمازه، هدفش هم نمازه، اما این مقدار صدا که جهر شد این سبب میشه که اگه عمدی باشه نماز باطل بشه و خواستش نیست. بله، اینی که گفتم یاد اومد راجع به استقرار، یعنی راجع به قیام که گفتیم انسان باید بدنش حرکت نداشته باشه. گاهی اوقات یه دفعه میشه آدم جایی وایساده، جمعیت میاد رد میشه، فراوان در حرم، بله، تکون میخوره از جاش. این اتفاق که میفته دیگه فهمیدیم باید چیکار کنیم، برگرد صب کنیم، قرائت نکنیم. بدن که استقرار پیدا کردی وقتی از قبله برگشتی، وقت طرفو نیم دیم دومت بردن اونور، نه دیگه از حالت نماز خارج شد. بله، اما نه، یه وقت تکونش دادن فقط، یه کسی اومد عرض شود از رکوع بلند شه، سرش خورد به این بنده خدا، یه ذره عقب رفت یا افتاد زمین، خب این بلند میشه، ولی در این حالت ذکری رو دیگه نگه از اذکار لازم نماز، استقرار پیدا بکنه یا اذکار مستحب هم همینطور و اون ذکر رو دوباره تکرار کنه. مثلا بچه کوچیک داری بیاد مهری رو برداره یا یه سری حرکاتی انجام بدین، مجبور میشه آدم مثلا دستی بیش از حد دراز بکنه برای برداشتن از قبله منحرف نشه؟ نه، مشکلی نداره. از قبله منحرف نمیشه، در حدی که مثلا بچه رو برداره بتونه بره سجده، اشکالی نداره. یا مثلا مهرش رو برگرد، بله، اون اشکالی نداره. نسبت به قرائت بازم شرایط دیگه هست. اجمالا بحث جهر و اخفات همینقدر کفایت میکنه. نمازهای مستحبی دیگه به ساعاتشه، بعضی نمازها دیگه اختیار شماست، میتونید بلند بخونید، میتونید، چون نماز مستحبی الزام نداره. بله، نمازهایی که نافله صبح، مغرب، عشا است، مثل خودش بهتره بلند خونده بشه، کما اینکه بقیه ذکرها هم، رکوع و سجود و اینها هم به غیر از تسبیحات اربعه که باید به اخفات باشه، بقیه ذکرها رو بلند بگه. پس معلوم شد این که گفتیم جهر و اخفات مال حمد و سوره است، تسبیحات اربعه، همه این نمازها تسبیحات اربعه است، رکعت سوم چهارم حتما باید آهسته گفته بشه، حتی اگه میخواید حمد بخونید، حتی بسم الله حمد رکعت سوم و چهارم رو باید آهسته بخونید، یعنی اخفات، جهر نیست. اما عرض میکنم این که اگر از کار رکوع سجود، بله، اینها که نسبت به خود نماز هاست، اگه نماز جهری اونها رو هم جهری بخون، اگه نماز اخفاتیه اونها رو هم اخفاتی. ولی نماز فرض بکنید نماز شبه، خب حالشو داره، مزاحمتی برای کسی نیست، دوست داره بلند بخونه و الا آهسته بخونه. نمازهایی که در شبهای ماه مبارک رمضان وارد شده و مناسبت‌های دیگه، اگرچه در ظرف شب که نماز مغرب شب بلنده بهتره که انسان بقیه نمازها رو هم بلند بخونه، در ظرف نماز ظهر است که نماز ظهر است آهسته است، بقیه نمازها رو هم آهسته بخونه. حالا نمازهای قضا چطوره؟ اگه کسی میخواد نماز صبح رو ظهر قضا بکنه، قضای نماز صبح هم باید مثل نماز ظهر جهر بوده باشه. بله، مهم نیست کی میخونید، خود نماز باید رعایت بشه. نکته دیگری که در قرائت خیلی مهمه، اینو عرض میکنم ان شاء الله تکمیلش بعد، اینه که حتما باید قرائت صحیح بوده باشه. کسی که قرائتش در نماز چه حمد و سوره چه رکوع و سجود اشکال داره، باید اشکال رو برطرف کنه. اگه اشکال تو نیم ساعت یه ساعت برطرف میشه، نماز رو عقب بندازه، اشکالش رو درست بکنه. بعد یکی بهش گفت جناب شما که داری نماز میخونی اهدنا الصراط المستقیم، اینطور نیست که شما میگید. میگه چطوره؟ میگه بشین یادت بدم. یه ممکن نماز جماعت هم، حالا نماز جماعت خوبه، اهدنا الصراط المستقیم نداره، جماعت رو بخونه، اما فرق ذکر رکوعش اشکال داره، صبر بکن، نه جماعت هم نخون، یاد بگیر
و نماز رو صحیح بخون. یه سه تا سبحان الله بگو با نماز جماعت بخون، اما بعدش برو ذکر رو درست کن. اگر کسی غیر المغضوب علیهم رو درست ادا نمی کنه، یا اصلا کلمه رو غلط می خونه، کلمه رو کاملا غلط می خونه، اهدنا الصراط میگه اهدنا الصواط، واو میگه کاملا، میتونه ره هم تلفظ کنه، اینطور نیست که مشکل تلفظ داشته باشه، بله میتونه درست تلفظ کنه. الحمد رو میگه یک کلمه دیگه، حالا من عوض نکنم ذهن من حرف، و میتونه درستش بکنه، باید درست بکنه. بعضی ها مثلا بخون یه مقدار لحن عربی بدن، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این باز دوره مقدار تغییر لفظ اگر عوض شده باشه، به اصطلاح قرآنی قرائتی میگن لحن، اگر دوچار لحن و غلط در قرائت شده باشه، بله اون هم باید حتما اصلاح بکنه. بنابراین اگه کسی بهش گفته نمازت مشکل داره، متوجه شد، نرفت درست کنه و همون رو خون، این تعمد حساب میشه و جهلش عذر نیست و نمازش باطل میشه. بعد اگر مشکل اساسی مثلا هستن دوستانی که خب واقعا لهجه های متفاوتی دارن، حالا یا لاتینه میخواد عربی بخونه، یا دوستان آذری زبان اگر بخون عربی بخونن این مقدار لهجه هاشون، و حالا کسایی که از روی گروه خواستن، اینها چی خیلی باید تلاش بکنن؟ بله همینطوره، چون ثابت شده تا نهایت. بله بله، شما الان نگاه میکنید فارسی زبان ها در قرائت قرآن رتبه های بالا و خیلی وقتا نفر اول میشن، فارسی زبان لهجه حلقی نداره، اما میبینید در ادای حروف حلقی نفر اول میشه، پس میشه. و همچنین نسبت به اونهایی که خیلی مثلا چینیه، زبان چینی خیلی دور از عربی، اما نگاه میکنید قاریای قرآن خیلی قشنگ و خیلی زیبایی فصیح عربی میخونن، پس شدنیه. بله یه وقتی شخصی 60-70 سالشه، 60-70 سال اینطوری گفته، حالا میخواد درستش بکنه سختشه، واقعا مشکله. ولی نسبت به جوانها، یک کسی مشکل زبون داره، یک کسی تلاش میکنه نمیشه، به اندازه‌ای که میتونه و میشه ما میگیم باید حتما اصلاح کنه، درست کنه و قرائتش رو صحیح بخونه. و این نکته بسیار مهمیه در بحث قرائت که لحن نداشته باشه. رعایت قواعد تجویدی واجب نیست. حالا این انشاءالله یادم بیارید فردا میگم راجع به قواعد تجویدی چیه. خیلی متشکرم. بریم مستقیما سوالاتتون بپرسم که دوستانمون برای ما ارسال کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، 10 روز شرعی از چه زمانی شروع می شود؟ مثلا اگر شخصی شب به جایی که قصد ماندن 10 روز رو دارد برسد، 1 روز حساب می شود یا از فردای اون روز باید 10 روزش رو حساب کنه؟ از همون وقتی که میرسه. بهترین روش حساب کردن 10 روز از زمانی که شما قصد کردید. ببینید هنوز من مرددم، نمیدونم، بررسی کردم تصمیم شد که 10 روز را بمونم. بعضی میگه خب من نیت کردم ولی روز 9 میخوام برم، این اسمش نیت نیست. نیت و قصد یعنی میداند 10 روز میماند. اگه کسی میداند 10 روز میماند، اسمش قصد 10 روزه. خب قصد 10 روز یعنی چی؟ اتفاقا حرکتش مثلا به بله، حالا اتفاقا رو بعد بله. قصد 10 روز اینه که من از الان علم دارم 10 روزو میمونم، حالا بیشتر شد دیگه اشکالی نداره، کمتر نباید بشه. از زمانی که این قصد رو کردم و این تصمیم و نیت رو پیدا کردم، 10 روز من شروع میشه. 10 شبانه روز یعنی 10 تا 24 ساعت، یعنی 240 ساعت. از همون ساعت این دیگه بی عیب ترین و بی اشکال ترینشه. 240 ساعت از زمانی که قصد کرد. خب اگه شب بوده باشه کی تموم میشه 10 روزش؟ شب. نصف شب بوده کی تمام میشه؟ نصف شب. ظهر بوده کی تمام میشه؟ ظهر. حالا 1-2 ساعتی گاهی اوقات مثلا هر ساعت اول شب بوده، حالا 2 ساعت از شب گذشته، بعضی از آقایون مسامحه میکنن، اما برای اینکه حفظ بکنید و خیالتون راحت باشه، حدود 240 ساعت. 240 ساعت. اینی که شنیدید یه نماز 4 رکعتی بخونه، اون مسئله بعده. حالا من قصد 10 روز کردم، از الان قصد محقق شد، نماز صبح 2 رکعته. اگه بعد نماز صبح منصرف شدم، نماز و عصر رو باید شکسته بخونم. از زمانی که نیت برمیگرده، ولی اون که هنوز راه نیفتادی، بله، دوباره نماز شکسته میشه. مگر اینکه نماز ظهر عصر 4 رکعتی خوندم، یا قبل از ظهر رسیدم نیت کردم، نماز ظهر عصرم 4 رکعتی خوندم، بعدش منصرف شدم، یه دونه نماز 4 رکعتی که بخونید قصد محقق میشه. بعد اگر متزلزل شدید، مردد شدید، یا تصمیم گرفتید که برید، تا هستید نمازاتون درسته، 4 رکعتیه. اگر 2 روز دیگه
بله نمازتون درسته. راجع به روزش بحثه، اما دی زیادی از آقایون فرمودن نماز که چهار رکعتی باشه روزش هم درسته. حالا دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، هر چی که موند بالاخره روزها رو بگیرید، مردده نمیدونه. اما اگه نماز چهار رکعتی نخونده نه قصر میشه مسافره و هر چی هم بمونه 19 روز 20 روز نمازش شکسته است، روزه هم نمیتونه بگیره تا 30 روز. روز 31 خود به خود باز کامل میشه. متشکرم. بیننده دیگر پرسیدند که با سلام، من بی اختیار در نمازم برای امام حسین اشک می‌ریزم، بعضی وقت‌ها محرم هم خیس میشه، آیا نمازم باطله؟ نه باطل نیست. نسبت به گریه کردن یکی از قواطع نماز که انشالله بحثش خواهد اومد گریه است، اما گریه‌ای که برای خوف خدا باشه، گریه‌ای که برای دنیا نیست اشکالی نداره. یکی از گریه‌های معنوی، یکی از گریه‌های مورد قبول و مرضی خدا گریه برای امام حسین علیه السلام. البته نبوده مثلا یا خیلی کم بوده در سیره ارشاد اولیا و اینها که مثلا روزه بخونن یا تیکایی از روزه ها رو بخونن و اینطور بشه. نمیخوام بگم عادتتون این بشه که تو نماز 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 باشه. بعد از نماز از کار خاصه، بله، بعد از نماز خواستید ذکر مصیبتی بخونید، خواستید قبل از نماز همینطور یه سلام به امام حسین بدید، اشک بریزید، اما تو نماز سعی بکنید که خب توی قنوت بعضی مواقع حالات خاصی ایجاد میشه خصوصا نسبت به خدا و استغفار، آره، و مثلا دعایی رو داریم آینده و قبر و قیامت، بله، از خوف خدا خوبه، اشکالی نداره. ولی خب این گریه یکی از اون مرزهاییه که شیطان خیلی باش مشکل داره. یعنی مثلا چطور کسی که قرائتش خیلی خوبه شیطان میاد ریاییش میکنه، کسی که جا نماز میندازه و محراب و مقیده شیطان میاد ریاییش بکنه. نسبت به گریه هم همینطور، شیطان خیلی تلاش میکنه که گریه رو ریایی بکنه. مرحوم شیخ انصاری داشت بالا سر حرم امیرالمومنین دعا میخوند، ظاهرا سحری بوده تو ماه رمضان و حالت گریه بهش دست میده و صدای گریهش بلند میشه. پیداست خیلی آدم پاک و بی قلب و قشی بوده همه جوره شیخ انصاری. یه نفر از این بی جنبه ها از بغلش رد شد، رو کرد به شیخ گفت کمتر ریا کن. دیدی بعضی ها مریضن، دست خودشون نیست، خدا انشالله شفاشون بده. شیخ انصاری سر آورد بالا برای که آدم هم هدایتش کنه، چون اینا تربیت های امیرالمومنینه مثل مالک اشتر. بهش گفت تو هم میخورده از این ریاها بکن، تو هم میخورده از این ریاها بکن، گریه بلند کردن مطلوبه. بله شیطان میاد میگه ریاست برای که مردم ببینن، بگو باشه برای خاطر ریا. اما به تعبیر خودمونیش پوز شیطان به خاک مالیده بشه، حالا اون طرف انشالله هدایت خواهد شد. ممنون. یه سوال دیگه بپرسید. خیلی ممنون و متشکرم. وقتمون تمام شد. انشاءالله که هر کجا هستید اصخایی میکنم در پناه حضرت حق باشید. هنوز چند روزی از ماه مبارک رمضان مانده، علی رغم اینکه سه شب رو پشت سر هم گذاشتیم، ولی از باب امید هنوز امید داریم که در شبهای آتی باز خداوند از باب رحمتش به ما نگاه و لطف داشته باشه. انشاءالله ما رو باز ببخش و بیامرزه که اگر از این ماه گذشتیم و ما رو نبخشیدن مگر اینکه عرفه. در پناه حضرت حق باشید. یا علی.